آقای کنراد لورنس، خب یه محقق و زوالوجیست حیوانشناس اتریشی هستن، اون میاد یه مفهومی رو مطرح میکنه به اسم بیبی سکیما. ترجمه انگلیسی شد، آلمانیش یه چیز دیگه است. خب این در واقع این چه مفهومیه؟ مفهوم یه سری از ویژگی‌های ظاهری و اندامی رو مطرح میکنه و میگه که هر موجودی که این ویژگی‌ها رو داشته باشه به ذهن ما انسان‌ها کیوت به نظر میاد. اون ویژگی چیه؟ دهان کوچک. خب من آره من که از دور رفتم بیرون، دهان گوشه. نه ماها که بجز فرهاد هممون از دور خارج شدیم. آره چرا؟ آره دهنت کوچیکه. تو هم دهنت کوچیکه یک سانتی. نه توش کوچیکه. اون دفعه خیلی کوچیکی بود. توضیح شو هفته پیش داده بود. ای بابا ای بابا. ایمان آره توضیحش اینه که ایمان همه دندوناشو کشید، 8 دندوناشو کشیدن 1.5 سانتی فکش کوچیک بوده. خدا ببخشید. آره از تو کوچیکه. آره آره دهان کوچیک، پیشانی بزرگ. بازم آره پیشونی بزرگ، واسه یه ذره پیشونی بیاد جلو. چشمای بزرگ، چش خیلی مهمه تو کوچیکه. نگاه کن این کاراکتر این چشمش کله چشه. آره و میکی ماوس و نمو اینا همه چشای انقدی دارن، بالد شده. بچه چشش بزرگ به نظر میرسه، نسبت به سرش انقدی. آره چشش انقدی. پس پیشونی یه ذره میاد جلو، دهن و دماغ باید کوچیک باشه، چشام قشنگ مثل آدم فضاییه دیگه، چون دقیقا اونا چشای بزرگ دارن، پیشونی بسیار بلند، خیلی هم کیوتن. آره اینا رو ما میبینیم کیوت به نظر میاد. آره بعد من داشتم سرچ میکردم فهمیدم که آقا مثل که دو تا اندام تو بدن هستن که هیچ وقت رشدشون متوقف نمیشه. ای بابا ای بابا کاش آقا بگی سریع بگو راحت بگو. این دلاره رو از ما بگیر بدونیم امیده هست. نمیذارم مدل لبندی میخواد. یکیش گوشه دیدید؟ بله این مردم اصلا گوشش گوشه. اگه گفتی چیز تو رو خوده این که برا فرید دومش دماغه راحتمون کرد. آره گوشه گوش و دماغ رشدشون متوقف نمیشه. بعد فکر کنم من الان مثلا تو 28 سالگی دماغ امینه مثلا 60 سالگی دیگه چی میشه اینجوری مثلا. یا علی او دوباره چاقو کشه مثلا سما. حالا میگم بهتون چی شد اون هفته پیش. میدونیم چی شد هفته پیش. نه نمیدونید. آره خلاصه این آقای کنراد لورنس میاد این ویژگی ها رو مطرح میکنه به عنوان بیبی سکیما. خب یعنی موجوداتی که حالا چشم خیلی توش مهمه، چشم بزرگ، پیشونی دماغ و دهن، پیشونی بزرگ، دماغ و دهن کوچیک، اینا به نسبت داده میشه به کیوت بودن. کاراکتر دیزنی مثلا همین سیندرلا اینا، من دندم فکر میکنم چشاشون خیلی بزرگ بود و دهانا معمولا کوچک. بیبی یودا. آره خوب. بعد میگه شما موجودی کیوت که میبینی، موجودی که این ویژگی ها رو داره، به صورت ناخودآگاه دوست داری ازش مراقبت کنی، دوست نداری اون موجود آسیبی بهش برسه. تو مثلا بچه پاندا میبینی میخوای بمیری براش، سگ میبینی ممشی. آره بچه گوگلی میبینی، حتی بچه خودت هم نباشه تو حاضر نیستی به این به هیچ وجه آسیبی برسه دیگه. بستگی داره اون که مریضیه دیگه. بعد این آقای لورنز میاد تو سال 1949 یه ایده رو مطرح میکنه، میگه که این یه انطباق تکاملی بوده. خب یه انطباق تکاملی بوده که تضمین کرده که والدین از بچه‌هاشون مراقبت کنن. این خیلی جالبه.